سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در طول هفته های گذشته حجم اتفاقات عجیب و غریب قابل تحمل و غیر قابل تحلیل در منطقه ما از تهران تا فلسطین بسیار بسیار زیاد شده بخشی از اتفاقاتی که کاملا غیر قابل تحلیل است عقبش مشخص نیست معلوم نیست چه کسانی پشتش هستن و چه انگیزی داره انجام میشه اصرار نظرهای مختلفی از سوی کارشناس ها و مقامات نظامی در رژیم صهیونیستی مطرح شده این اصرار ازرها نشان میدهد که کارشناسان در رژیم صهیونیستی یک گونگی، یک کلافگی، یک سرگیجگی و یک سردرگمی نسبت به آن چیزی که نمیفهمنش دارن اما فکر میکنن که یه ربطی احتمالاً به ایران میتونه داشته باشه. میخوایم بریم گزارش بخونیم از یک نظامی نیست فردی که در صحبت خودش به این اشاره کرده که ما این روزها شبیه به قورباغه شدیم که ایران داره توی یک دمایی این رو میپزه و این بدون اینکه متوجه این ماجرا بشه آرام آرام در این آب در حال پخته شدنه میخوایم بریم گزارش ببینیم برمیگر نکاتی دارم خدمت شما از خام کرد خیلی با ایوم از لما لما זה כנראה נורד להרתיע מפני המשך איומי הטרור, כפי שאנחנו רואים את זה כאן, אבל את השורה התחתונה הקשה, ואת האמת צריך לומר, איראן נמצאת במצב הטוב ביותר מבחינה ביטחונית בעשור, וביותר מכך בשנים האחרונות. בפועל מדובר במדינת סף גרעינית, שקרינה שמר... הרתעה גרעינית מבלי לשלם את כל המחירים של פצצה במרתף, שאנחנו יודעים שיש לזה מחירים בינלאומיים, וזה לא רק בעניין הזה. טוב נעשה שכאן ראינו איזשהו אה, זרקור על היכולות הקונבנציונליות של איראן. לאיראן יש צבא גדול ויכולות שיכולות להם גם בתחום שאינו גרעיני. <laughs> بله رئیس پیشین اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی داره می نشاره کنه میگه که بیایید از این تهدید به ترور سریح فرماندهان ایرانی شروع کنیم چرا تهدید چرا الان ما از این ماجرا چه میفهمیم حالا رئیس اطلاعات سابق سازمان رژیم داره پاسخ میده این تهدیدها احتمالا به منظور جلوگیری از ادامه تهدیدات تروریستی است که شاهد آن هستیم در واقع اتفاقاتی در فلسطین اشغالی رخ میده اینا میگن جلوش نمیتونیم بگیریم حداقل تهدید بکنیم بلکه بتوانیم جلوی اون ماجره رو بگیریم اگر این تهدیدها ها به ایران ربطی نداشته باشه چی اوضاع برای سهاینه بهتر خواهد شد یا بدتر بریم ادامهش رو ببینیم میگه این, این تهدیدها احتمالا به منظور جلوگیری از ادامه تهدیدهای تروریستی است که شاهد آن هستیم ولی بالاخره باید این حقیقت سخت رو بگویم ایران در بهترین شرایط در بهترین شرایط امنیتی در یک دهه گذشته قرار دارد و مخصوصا در سالهای اخیر ایران یک کشور آسانه هسته ای است که به بازدارندگی حسی رسیده بدون اینکه هزینه های بمب اتمی را بپردازد اجازه بدید دوباره متن ببینم داره میگه به بازدارندگی حسی رسیده نمیگه بازدارندگی غیر حسیعی. چه چیزی در ایران دیدن که میگه ایران کشوری هست که به بازارندگی حسی رسیده نمیدونم باید بریم جلوتر ببینیم در ادامه متن بهش اشاره میکنه یا نه میگه میدانیم بمب هسته ای هزینه بین المللی دارد فقط این نیست خوب است که نگاهی به توانمندی های متعارف ایران هم بیاندازیم ایران ارتش بزرگی دارد که توانمندی های زیادی را در حوزه های غیر ای با خودش همراه کرده است حالا میخواد اشاره بکنه بتوانایی های ایران و چیسای از این دست ببینیم بر بیگ دموکراسی را هستند کشور این روسیه از متوسیم متقدم کدگمات میک 35 او تیلیم هایپرسونیک شزیم روش کراف מאוד גדול و مهیریم بیت שמאוד מסכנים את העורף הישראלי, כל אלה הם באמת סיכון חמור. לזה הוא התכוון אגב בעניין הרוסי, כשהוא אמר זה מסכן את שלומנו ואפילו את קיומנו למה שאת אומרת. להערכתי אין פה איום קיומי. איום קיומי יכול להיות רק מהסיפור הגרעיני, אבל זה בהחלט מסכן את שלומנו, וזה סיכון חמור ביותר לעורף של מדינת ישראל. Mm -hmm. אבל מה שהכי מטריד זה שלפני יומיים התפרסם mm -hmm. דוח של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שמצביע על כך שלאיראן יש מספיק חומר גרעיני מועשר לשישה מתקנים. Mm -hmm. זה חורג את כל הקו این خوب آواری و کویم, خرق کویم و شوم زی... بخش از این صحبت ها رو میگه که تو همچین شرایطی و در همچین وضعیتی که ایران داره اگر روس ها هواپیمای پیشرفته مثل سوخو در اختیار ایران قرار بدن یا موشک های هایپرسونیک که سر جنگی بسیار بزرگی دارد و بسیار سریع هستند که در اختیار ایران هست همه اینها میتوانند پشت جبهه اسرائیل را به شدت تهدید بکند اینها همه مسائل را سخت میکنند پس منظور رئیس موساد قرارداد با روسیه بوده که گفته آرامش و حتی موجودیت ما را تهدید میکنه این فرد گفته به نظرم تهدید موجودیتی وجود نداره اون چیزی که از سوی ایران داره این تهدید موجودیتی نیست فقط میتواند این تهدید موجودیتی ناشی از بمب اتمی باشد آقا دقت شد میگه ما در یک صورت ایران رو یک تهدید موجودیتی برای خود میدانیم اون همینه که ایران بمب اتمی داشته باشه میگه موشکایی که داره آرامش رو به خطر میندازه و این شدیدترین تهدید برای پشت جبهه محسوب میشه اما چیزی که بیشتر از این آزار دهنده است این است که دو روز پیش گزارش سازمان انرژی اتمی منتشر شده که نشان میدهد ایران به اندازه شش تأسیسات مواد غنیسازی در اختیار دارد این فراتر از هر خط قرمزی است که قبلا درباره آن صحبت کرده ایم یه نکته رو داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم امروز اینها دارن از این صحبت میکنن که ایران بیشتر از شش تأسیسات حسیی مواد غنی شده در اختیار داره آقا چرا این اتفاق افتاد؟ مایی شما با ایران توافق نکرده بودین یه چیزی حالا فارغ از این که ما دوست داشته باشیم یا بعد اون بیاد یه چیزی به نام برجام گذاشته بودین روی میز دیگه قرار بود ایران رو کنترل بکنه فعالیت تاسیسش رو محدود بکنه برسه به موشکا و منطقه پس چرا الان داری از شش تا تاسیسات هسته یعنی دارایی های ایران رو شش برابر تاسیسات هسته ای مشابه میدونی پاسخ روشنه یک نفری حماقتی انجام داد تحت تاثیر سهیونسا از برجام خارج شد تصورشان این بود که ایران عقب میکشه ایران یک کشوری که سرخم میکنه الان وقتی دارن صحبت میکنن جمعنیشون این هست که ایران به همچین نقطه‌ای رسیده من خلاصه حرفم اینه مدل ایران در طول تاریخ این بوده که اگر بخواهی این کشور رو از سر لجبازی باش وارد بشی و به چالش بکشی او در آن جایی که باید به شکل ویژه پیش خواهد رفت این اون چیزیه که الان خود صهیونیستان بهش رسیدن بریم ادامهش رو ببینیم میگه اگر در گذشته پشت تریبون سازمان ملل قرار میگرفتیم و تصویر یک بمب را با چند خط قرمز نشان میدادیم حالا بسیار از آن خط قرمز فراتر رفتن و هیچ اتفاقی هم نیفتاده اصلا متوجه نشده ایم. و حتی دربارهش بحث بحثم نکردیم ما تهدید را عادی کرده ایم یا در حوزه هستی رفته به اونجایی که میخواد رسیده מוייג'י בועד יקרים קארם קאפל וודים קאר נקר קארם הלא בועד בשנים בועד נגע וקארם. אידה משהו בין מינים בעד מגיעים ללוקות שידורם. אנחנו נכנסים למצב המחמיר הזה, אנחנו נהיה כמשל הצפרדע שמתבשלת במים המאיטים, ובסופו של דבר נגמור עם איראן גרעינית. לפרויקט הגרעין, אגב, הוא כמעט לא התייחס בנאום היו... התייחס למתקנים, לא התייחס למצב החמור ביותר, שנובע מכך ששום דבר לא מרסן את איראן כרגע. אז מה צריך

با یه عقده و کینه ای داره صحبت میکنه حالا ما نمیفهمیم چی میگه ولی از لحن صحبت کردنش مشخصه میگه اگر ما به شرایط وخیم عادت بکنیم اگه تعامل بکنیم که همینجوری بریم جلوتر میگه یه موقعی اومدیم گفتیم که این کشوری که داریم ازش صحبت میکنیم یه ماژیک بردیم سازمان ملل نتانیاهو رو داره مسخره میکنه یه دونم کاغذ گرفتیم دستمون یه بمبم بردیم یه خط کشیدیم روش گفتیم ایران الان اینجاست خب ایران الان اون رو ردش کرده میگه اگه ما بخوام بشینیم همینجوری نگاه بکنیم و به این شرایط وخیم عادت بکنیم مثل یک قورباغه خواهیم بود که آرام آرام همراه با آب پخته می شود و نهایتا با یک ایران هسته‌ای مواجه خواهیم شد یه موقعی می گفتن ایران رو باید مثل قورباغه‌ای که در, آرام در آب هست و متوجه نمیشه آرام آرام بپزیم الان میگن ایران داره این کار رو با ما انجام میده ادامهش رو ببینیم میگه اگر ما به شرایط وخیم عادت کنیم داستان ما مثل داستان اون قورباغه خواهد بود رئیس موساد در سخنرانیش به پروژه هسته ایران تقریبا هیچ اشاره نکرد ببین تو اون گزارش که اومده درباره ایران صحبت کرده به مقامات ایران اشاره کرده تصاویر مثلا فرمانده های نیروهای مسلح ایران رو آورده حرفای زده عکسای نشون داده که بعضی گفتن سوژه ترور بوده همش داشته از چالش که در مقابل ایران داشته حرف میزده بعد میگه انقدر حجم چالش ها بالا که دیگه اصلا مسئله هسته نرسیده اصلا فرصت نکرده رئیس موسا درباره اونها صحبت بکنه میگه او به تاسیس تحسی اشاره کرد ولی به وضعیت وخیم ناشی از آن اشاره نکرد چرا که هیچ چیزی در حال حاضر جلودار ایران نیست بعد ازش میپرسه میگه پس درباره چه چیزهایی که پس درباره چیزهایی که میگویی چیکار باید بکنیم اگه کسی جلودارش نیست کاری هم نمیتونه با ایران بکنه و اگر تهدید ما چیکار بکنیم میگه اولین چیز این است که باید جلوگیری تضعیف بازدارندگی اسرائیل را با متوقف کردن این اوضاع داخلی در اسرائیل بگیریم اول باید تلاش بکنیم که اوضاع در فلسطین رو مدیریت بکنیم واقعیت این است که ما برای دشمنانمان امید ایجاد کرده ایم که درست است ما نهایتا از درون فرو می پاشیم. این به دشمنان امید مضاعف می دهد. نباید به آنها این امید را بدهیم بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم من فقط یه نکته خدمت شما عرض بکنم. وقتی درباره اینا صحبت می کردن بحث از سر کشور و سرزمینی بود از ایرانی صحبت میکردن که این ایران باش مشکل داشتن درگیر خورش بود یه قضه همون گوشه باش همراه بود. ای حالا یه لبنانی هم باش همراه شده ای کرانه باختری اضافه شده یمن تهدید کرده در عراق عده اعلام کردن که اصلا یه گروه ساختن به طور اختصاصی برای تقابل با سحیونسا از سوریه به سمت اون موشک شلیک شده و حالا اردن نه مثل اینکه ماجرا داره برای اینها پیشیده میشه همه اینها که من خدمت شما عرض کردم جدایی از اتفاقاتی است که در فلسطین اشغالی رخ میده و اینها براش توضیحی ندارن همه اینها رو که نگاه میکنه سهیونیستا رو در دنیا بیشتر از همه شبیه به قورباغه ای میبینه که در یک آبه גם ודא ריקה או בג'ושטה, אבל פוכטן, בין אם אין לו משהו, בין אם אין בעל גנוקות, זה לא מס. חיל האוויר, נמצאים בתוך איזשהו חיכוך פנימי והחלשה, זה חדשות רעות, את זה צריך לעצור. הדבר השני, ואני אומר את זה לאחר שבשבוע שעבר הייתי בוושינגטון, צריך לחזק את הקשרים עם ארצות הברית. אם יש דבר שמפחיד את האיראנים, יונית, זה האמריקאים והישראלים ביחד, ולא הישראלים עם כל היכולות המיוחדות והטובות שיש לנו, וזה מצוין שיש לנו את היכולות האלה, אבל רק ארצות הברית וישראל ביחד יכולים להוות איום אמיתי שיכול אולי להביא להסכם. ובסוף, בשורה התחתונה, בואו נפסיק כבר. עם כל הנזק הפנימי שאנחנו עושים לעצמנו, נפסיק כבר עם האשמות מי התחיל ומי הסלים, נרגיע, ודי כבר, בוא נתעסק עם איומים כאלה חמורים שהולכים ומחמירים, ואנחנו עסוקים בתוך הקשקוש שאנחנו מייצרים לעצמנו. אתה אומר איראן, אז עברה מזמן את הקווים האדומים, תמיר היימן. اداره اطلاعات نیروی هوایی و غیره درگیر یک برخورد درونی و ضعیف هستند اینها اخبار بدی هستند که باید جلویش گرفته شود مسئله دوم من هفته گذشته در واشنگتن بودم باید روابط را با ایالات متحده تقویت بکنیم اگر یک چیز باشد که ایرانی ها را میترساند با هم بودن آمریکایی ها و اسرائیلی ها با هم بودن آمریکایی ها و اسرائیلی ها ایران رو میترسونه در تمام طول این سال که با هم بودین اگه بر این باور هستی که با هم بودن آمریکا و اسرائیل ایران رو میترسونه باید بتونی به این سوال پاسخ بدی در همه این سال که اینا در اوج با هم بودن بودن عجب جمله گفتم چه حرکتی تونستن علیه ایران رقم بزنن چه حرکتی تونستن علیه ایران رقم بزنه که حالا میگه ایران از این بابت میترسه نه آمریکا اگر در کنار رژیم صهیونیستی در مقابل ایران ایستاده در کنار رژیمی ایستاده است که توسط اراده هایی به نام یاران ایران در آغوش کشیده شده پس من از بابتش دیگه ترس و نگرانی ندارم خود ایالات و متعدرم تنها بخوای بررسی بکنی برای من داری از ارتشی صحبت میکنی که در آغوش یاران من قرار گرفته کجای منطقه براتون مثال بزنم داریم ادامهش بررسی بکنیم میگه که باید بتونیم که این مسائل رو حلش بکنیم این عالی است که ما این توانمندی را داریم ولی فقط آمریکا و اسرائیل با هم میتوانند یک تهدید واقعی باشند خیلی حرفا میگه نه آمریکا به تنهایی حریف ایران میشه نه رژیم سیونسی شاید با هم بتونن علیه ایران کاری بکنن با هم هم نمیتونن کاری بکنن میدونی چرا چون در منطقه میخوای ایفای نقش بکنی که یاران من دور تا دور تو رو گرفتن ما یه موقعی از نقشه صحبت میکردیم در منطقه خاورمیانه که اطراف ایران رو پایگاه های آمریکایی فرا گرفته بود حالا ماجرا متفاوت شده وقتی از آمریکایی در عراق صحبت میکنیم یاران ایران اطرافش هستن وقتی از رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی صحبت میکنیم یاران ایران در اطرافش هستن ماجرا متفاوت شده است ادامهش رو ببینید میگه که اینها میتونه منجر به یک توافق بشه آخرین چیز این که بیایید این همه خسارت درونی را که برای خودمان درست میکنیم متوقف کنیم دست برداریم از متهم کردن دیگران که او شروع کرده اون یکی حرف و میگه این در فلسطین اشغالی هست رو پایانش بدیم و بدونیم که ایران خیلی وقت است که خطوط قرمز رو پشت سر گذاشته خطوط قرمز رو پشت سر گذاشته چند تا بمب ساخته رو هم چند تا دارید یه دونه تونسته بسازه هر موقع مثلا چند هزار و سی ست تا ساخت یعنی خطوط قرمز رو پشت سر گذاشته به شما رسیده این از وقاحت این جماعت است و البته از وحشتی هستی از ایران دارن به خاطر همین این جنس از ابراز نگرانی رو داره من طولترش نمی کنم فهم کنم تو همینجا کافی باشه اگر شما نکته داشتین بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما بشه یک خواهش از دوستانم دارم در هفته تبلیغات هستیم این هفته از رفقای خودمون مخاطبین خودمون طبق روال همیشه خواهش میکنیم از ما حمایت مالی داشته باشند الان هم بنر رو روی صحبت من میبینید این بنر تبلیغاتی من هست دوستانی که براشون این امکان فراهمه درخواستمون هست که حتما از ما حمایت بکنن مدل برنامه ها اجرای ما اگر مورد توجه هست حمایت بکنید که بتوانیم با قوت کار خودمان را با انگیزه و اعتماد به نفس پیش ببریم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر